با درود و احترام خدمت تک تک شما مخاطبین عزیز و گرامی و ارجمند، آریا هستم. ببینید هموطنان، اولا این برنامه بسیار 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 برنامه مهمیه و من هر چقدرم تایم برنامه طولانی بشه این برنامه رو یک جا خواهم ساخت. هر کدوم از هموطنان فکر میکنند که به صلاحشون هست، بهتره که مثلا برنامه رو در دو قسمت یا سه قسمت ببینن، خودشون میتونن پارت پارت کنن و شبی مثلا نیم ساعت یا هر چقدر از این برنامه رو ببینن، باقیش رو در شبهای دیگه به تماشا بنشینن. دوما ببینید، برخی ها فکر میکنن مثلا من وقتی صحبت از چپ ها میکنم دلیلش فقط نفرتی است که از عملکرد نیروهای چپ ایرانی دارم در طی ماجرای شورش 57 و اینکه اینا ایران رو با آتیش کشیدن و اقدامات رو بر علیه پادشاه کردن و اینها. خب من انکار نمیکنم که این نفرت در من وجود داره، این رو به هیچ وجه انکار نمیکنم، ولی به هیچ وجه، به هیچ عنوان، برخلاف چیزی که برخی از هموطنان فکر میکنن، ماجرا در سال 57 در ایران به پایان نرسیده و حتی در جهان پس از سقوط اتحاد جماهیر شوروی هم ماجرا به پایان نرسیده، بلکه چه در بحث ایران و چه در بحث جهان اتفاقا در برخی مسائل و در برخی مواقع شما این نیروهای تغییر شکل یافته مارکسیسم رو قدرتمندتر میبینید حتی از زمان جنگ سرد در امروز فضای سیاسی جهان. برخی فکر میکنن که تا صحبت مثلا میشه از مارکسیسم، تا صحبت میشه از چپگراها و اینها، این دیگه تموم شدن، یه مش فسیل بودند که بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی هم نسخهشون پیچیده شد. به هیچ عنوان این نیست. اتفاقا یکی از قدرتمندترین جریان‌های تعیین کننده سیاسی امروز جهان هستند که باید دونست که با چه پوششی الان دارن فعالیت میکنن. این واقعیت‌ها رو باید دونست. و سومین مسئله که میخوام خدمتتون عرض کنم این است که من یک روندی رو برای این برنامه در ذهنم دارم که طبق اون روند پیش میرم. بخش اول برنامه صحبت‌های مطرح میشه بر اساس یک مقاله که مربوط هست به وضعیت اجتماعی سیاسی خود ایالات متحده آمریکا. در این برنامه‌ریزی که برای این برنامه انجام دادم، ابتدا بحثایی رو مطرح میکنم درباره خود فضای سیاسی اجتماعی داخل ایالات متحده آمریکا که ریشه یک سری جریانات رو ما بشناسیم. بعد صحبت‌های رو مطرح می‌کنم درباره امثال جورج سوروس و بنیادش و بنیادهای نزدیک به او، که خیلی از این صحبت‌ها رو من ندیدم تا به حال که در جای به این وضوح مطرح کنند. و مرحله سوم اتفاقاً می‌خوام بپردازم به نقشی که این جریاناتی که در ایالات متحده آمریکا فعالاً داشتند در بحث انقلاب ملی 1401. برخی از هموطنان فکر میکنند که مثلا اگر 4 تا دونه مهره چند تا اندیشکده مثل مثلا علی نژاد، مثل حامد اسماعیلیون و امثال هم، یا مثلا عملکرد رسانه اینترنشنال مورد بحث و مورد روشنگری های بسیاری قرار گرفته، دیگه تموم شد، دیگه ماجرا تمامی، چند تا دونه مهره که سوختند یا یه سری مسائل که مطرح شد دیگه ماجرا تموم شد. به هیچ وجه چنین نیست، برای اینکه اینا مهره های یک زمین بازی هستند. گردانندگان این مهره ها نه تنها تموم نشدند، بلکه خیلی راحت دوباره کار خودشون رو انجام میدن، دوباره از مهرهای دیگه استفاده میکنن. در واقع شما باید جریان رو بشناسی. اشخاص اهمیتی ندارن، یه مش مهره دوزاری این وسط. منم واقعا به نظرم این برنامه‌ای که دارم خدمتتون ارائه میدم یکی از مهمترین برنامه‌هایی است که اعتقاد دارم هر ایرانی باید نسبت به مسائلی که در این برنامه مطرح میشه آگاهی لازم رو داشته باشه.
خب ببینید، بخش اول رو آغاز میکنم. یه برنامه من ساخته بودم درباره ویروس ووک چپ ها و اینکه مثلا چه تأثیرات مخربی در آمریکا داشته و صحبت هایی که ایلان ماسک در مورد ووک مطرح کرده بود. و خب ببینید، این جریان ووک جریانی است که شاید اسمش رو خیلیاتون شنیدید. ووکیسم همون ماجرایی است که مثلا ما در افتتاحیه المپیک پاریس دیدیم دیگه. عنوان میکنن که انسان ها فقط دو تا جنسیت ندارن، انسان نمیدونم 57 نوع جنسیت مختلف داره. و مثلا خود ایلان ماسک اومده بود گفته بودش که پسر من رو ویروس ووکیسم کشت. منظورش از کشتن کشته شدن نبود به صورت فیزیکی، یعنی نابودش کرد، در هم پاشیدش. که مثلا اینا الان در کالیفرنیا به عنوان مثال مثلا میان عنوان میکنند که نوجوان ها نمیدونند که مردند یا زنند، باید تحت دارو درمانی قرار بگیرند که ببینند مردند یا زنند. بعد هم مشخص شده که خیلی از این دارو درمانی ها دارو درمانی به قول خودشون روند بلوغ رو به تأخیر میندازه، موجب خودکشی میشه و مسائل مختلف. این چیزای کلی رو خیلی ها شاید در مورد ووکیسم بدونن. اما یک مقاله رو در این مورد خوندم که باید اون مقاله رو برای شما عزیزانم بخونم. سعی میکنم دیگه اون جایش که یه مقداری حاشیه رو مطرح نکنم و فقط بخشای اصلی رو براتون بخونم، ولی با دقت به این مقاله گوش کنید. کارشناسان معتقدند ایدئولوژی ووکیسم یا ووک که به دغدغه اصلی بحث‌های فرهنگی در دنیای غرب تبدیل شده است، بر اساس تعاریف خاص خود از هویت، جنسیت و نژاد به دنبال تغییر ارزش‌های سنتی در جهان امروز است. به گفته آنها در واقع ووکیسم شکلی از مارکسیسم است که در دانشگاه‌های آمریکا ریشه دوانده و دامنه فعالیت‌های خود را در عرصه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی گسترش داده. مارک لوین، نویسنده و روزنامه‌نگار آمریکایی، در کتاب مارکسیسم آمریکایی که بسیار کتاب مهمیه، اگر نخوندید حتما بخونید، معتقد است که ووکیسم در واقع همان مارکسیسم است که در آمریکا ترویج می شود. همانطور که مارکس افراد اجتماع را در قالب گروه های مختلف در مقابل یکدیگر قرار می داد و گروهی را دشمن گروه دیگر قلمداد می کرد، به عنوان مثال طبقه کارگر را در مقابل طبقه کارفرمایان قرار می داد، ووکیسم نیز همان دستورالعمل مارکسیسم را دنبال می کند. مارک لوین در این کتاب می‌افزاید که مارکسیسم آمریکایی در آستانه بلعیدن جامعه و فرهنگ آمریکاست. او هشدار داده این جنبش مارکسیستی که زمانی یک پدیده جنبی، حاشیه‌ای و پنهانی در جامعه آمریکا بود، حالا چنان قدرتی گرفته که نشانه‌هایش در همه جا، شامل مدارس، دانشگاه‌ها، رسانه‌ها، فرهنگ و هنر پیداست. این دقیقاً اشتباهی است که در جامعه ما هم وجود داره و من بارها دیدم که تا در مورد چپ ها صحبت میکنیم، ایده میگن بابا این که تموم شد، اتحاد جماهیر شوروی هم که فرو ریخت، اون چپول های 57 هم که یه سری پیرمرد پیرزن، الان معلوم نیست کدومشون میتونن کنترل ادرار خودشون داشته باشن. این تفکر رو در آمریکا هم یه سری ها داشتن که امروز به این وضع افتادن. و مسئله من الان این نیست که این مقاله که خدمتون میخونم مثلا میخوام بگم در آینده دراز مدت ایران باید نگران یه ماجرایی باشیم، نه، ماجرا سر براندازی جمهوری اسلامی هم گریبانگیر ما شده، ماجرا سر نجات ایران هم گریبانگیر ما شده. در بخشهای آخر برنامه، در بخش سوم، من برای شما صحبت بسیاری خواهم داشت در مورد کاری که اینها در طی انقلاب ملی کردن. مارک لوین و پل کنگور، نویسنده کتاب شیطان و مارکس، گفتگویی در همین مورد انجام دادن و ظهور ایدئولوژی ووکیسم را به عنوان یک تهدید برای حیات جامعه آمریکا دانستند. دونالد ترامپ نیز ووکیسم را ناخوشایند توصیف کرد و گفت که حتی نیمی از مردم آمریکا نمی‌دانند که آن چیست.
در ماه ژوئیه گذشته ایلان ماسک میلیاردر آمریکایی و صاحب شبکه اجتماعی ایکس در مصاحبه با پیتر جوردن که عجب مصاحبه‌ای هم بود وکیس را یک ویروس خواند و گفت که او با استدلال وکا مبنی بر اینکه فرزندش خاویر در صورت عدم تغییر جنسیت خودکشی خواهد کرد فریب خورد و اسناد مربوط به تغییر جنسیت فرزندش را امضا کرد. او گفت که فرزندش توسط ویروس ذهنی ووکیسم کشته شد و او تعهد کرده است ویروس ذهنی ووکیسم را نابود کند. ووکیسم از نظر لغوی به معنی بیداری است، ولی در تعریف عملیاتی محدوده وسیعی از تغییرات اجتماعی را در بر می‌گیرد. کری اسمیت نویسنده کتاب و منتقد ووکیسم در برنامه‌ای میگوید من 20 سال ووک بودم. بهترین شکلی که میتوانم ووکیسم را تعریف کنم این است که یک سیستم اعتقادی مشابه مارکسیسم است. برخی نیز با دین مقایسهش میکنند. جهانبینی ووک بر این اصل استوار است که روابط افراد بر اساس رقابت بر سر قدرت در میان گروه های هویتی است، همانطور که مارکسیسم معتقد است که اصل بر رقابت برای کسب ثروت در میان گروه های طبقاتی است و برای رسیدن به عدالت اجتماعی باید ثروت مجدداً توزیع شود. ووکیسم معتقد است که باید قدرت را از گروه های ظالم و ممتاز گرفت و به گروه های مستضعف داد. در چنین شرایطی برابری محقق می شود و می توان به یک آرمان شهر رسید. ووکیسم افراد را نه بر اساس ویژگی های فردی و شخصیتیشان بلکه به عنوان عضوی از یک گروه قضاوت می کند. یعنی ووکیسم در مقابله با ایندیویدوالیسم یا فردگرایی هم قرار داره و بسیار نزدیک به جمعگرایی یا سوسیالیسم. به طور مثال به یک سفید پوست می گویند که شما سفید پوست هستید، همین چون سفید پوست هستید پس با امتیازات خاص سفید پوست بودن متولد شدید، یا میگویند که شما یک مرد هستید پس به طور خودکار با امتیازات مرد بودن متولد شدید و امتیازاتی دارید که من به عنوان یک زن ندارم. مهم نیست که من به عنوان یک زن چقدر ثروت و قدرت دارم، مهم این است که من در گروه مظلومین هستم. از دید ووکیسم چندی پیش بخشی از ویدیوی سخنرانی اوپرا وینفری میلیاردر و یکی از چهره‌های مشهور آمریکایی در همایش ملی دموکرات‌ها مورد توجه تعدادی از کاربران شبکه اجتماعی ایکس قرار گرفت. او گفت که با تبعیض جنسیتی، نابرابری درآمد و نژادپرستی مواجه است. برخی کاربران غربی در واکنش نوشتند که اوپرا وینفری یکی از ثروتمندترین شخصیت‌های جهان است. با این حال شاکی است که زندگی او منصفانه نیست چون زن است. کاربری به نام کاتیا نوشته است آیا اوپرا وینفری با این سخنانش با دیگران شوخی می‌کند؟ آمریکا او را تبدیل به یک شخصیت معروف کرد و رفاهی که او در زندگی دارد آرزوی بسیاری از مردمی است که چنین امکاناتی را ندارد. در ماه ژوئیه نیز برگزاری مراسم افتتاحیه المپیک پاریس با اجرای ووکهای موسوم به درگ کوین ها یا همان مردهای زنان پوش که صحنه مشابه شام آخر مسیح را با طنز اجرا کرده بودند با اعتراضات همراه بود. حضور یک کودک زیر سن قانونی در بین درگ کوین ها باعث واکنش اعتراضی بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی در کشورهای غربی شد. بکر روزنامه‌نگار آمریکایی المپیک پاریس بخشی از صحنه‌های افتتاحیه المپیک شامل ویدئوی سر بریده ماری آنتوانت ملکه فرانسه، رقص درگ کوین‌ها و اجرای صحنه شام آخر را در صفحه ایکسش منتشر کرد و این مراسم را جلوه‌ای از ویران شهر ووک توصیف کرد که در آن همه چیز به هرج و مرج و تباهی کشیده شده. لولی بار نویسنده و روزنامه‌نگار در مقاله‌ای برای یاهو نوشت که بازی‌های المپیک باید بهترین دستاوردهای بشری را به نمایش بگذارند، اما المپیک پاریس نشان داد که حتی المپیک هم گرفتار ووکیسم شد. او برخی اقدامات در المپیک را نماد جنگ فرهنگی توصیف کرد. آدام فرانسیس معتقد است که تاریخچه ووکیسم به نظریات مکتب پست مدرنیسم، مکتب نئومارکسیستی فرانکفورت. من چندین بار
عبارت مکتب فرانکفورت رو در برنامه هم به کار بردم. شاید لازم باشه یه برنامه جداگانه اصلا درباره مکتب فرانکفورت بسازم، اما پیشنهاد میکنم فعلا که فرصت نیست، شما هموطنان خودتون در این مورد تحقیق بفرمایید، نه اینکه ویکی‌پدیا رو باز کنید. لطفا عزیزان حتما درباره مکتب فرانکفورت تحقیق بفرمایید. و آنتونیو گرامشی برمیگردد. به گفته او مکتب فرانکفورت در نظریه انتقادی خود معتقد است که نهادها و سنتها را با هدف رهایی مردم از شرایطی که آنها را به بردگی می کشد باید نقد کرد. مکتب فرانکفورت از بسیاری جهات فلسفه های انقلابی مارکس، روسو، گرامشی و دیگران را در تحقیقات علوم اجتماعی به کار برد. او با اشاره به اینکه از سال 1960 نظریه انتقادی بخشی از فرهنگ دانشگاهی آمریکا محسوب می شود افسوده است که نظریه کویرها نیز، همین کویر کوین ها، مردان زنان پوش، یکی از شاخه های نظریه انتقادی است که تمایل به جنس مخالف را نقد میکنند. اینکه آدم ها استریت باشن، یعنی مرد باشه تمایل به جنس زن داشته باشه، زن باشه تمایل به جنس مرد داشته باشه، اینا را نقد میکنند و تلاش دارد تا شرایط را برای عادی سازی کردن هویت های جنسی جایگزین ایجاد کند. با این حال نفوذ نظریه انتقادی تنها به حوزه دانشگاه‌های آمریکا محدود نماند و تبدیل به یک جنبش فکری به نام پست مدرنیسم شد. به باور این پژوهشگر آمریکایی میشل فوکو که از نظریه پردازان اصلی پست مدرنیسم است و در شورش 57 هم نقش بسیار مهمی داشت، میشل فوکو مقالاتی که در حمایت از خمینی نوشت، جهان غرب رو، افکار عمومی جهان غرب رو همراه کرد با شورش 57، ایده های خود را حتی در زندگی خصوصیش نیز به کار بود، در حدی که برخی از انحرافی ترین رفتارهای جنسی را آزمایش کرد. او یک خدا ناباور بود که اعتقاد داشت آزادی هیچ حد و مرزی نمیشناسد. معیارهای ارزشی که برای حفظ نظم مدنی و اخلاقی جامعه است و عدول از آن گناه محسوب می شود، از نظر فوکو ساخته دست نهادها و سنت هایی است که بر جامعه تحمیل شده است. او افسوده است که ساختار شکنی نکته اصلی فعالیت آکادمیک میشل فوکو بود. او تا آنجا پیش رفت که خواستار عادی سازی روابط بزرگ سالان با خرد سالان، یعنی پدوفیلی شد. طیف وسیع از دغدغه‌های اصلی فرهنگ ووکیسم همان ایده های میشل فوکوست. در دوره جنگ سرد یکی از ماموران سابق سرویس جاسوسی کاگبه متعلق به اتحاد جماهیر شوروی سابق به نام یوری بزمنوف از روسیه فرار کرد و به کانادا پناهنده شد. او از تعدادی از طرح‌های این قطب کمونیستی سابق برای براندازی ایدئولوژیک کشورها پرده برداشت. من در یه برنامه‌ای که پوسترش رو می‌بینید صحبت‌های زیادی درباره یوری بزمنوف مطرح کردم و عبارت طلایی که به کار برد درباره نفوذی‌های به اصطلاح روشن فکر جریان چپ کمونیستی در رسانه‌های مختلف جهانی که طرح کاگبه بود و از اونها به عنوان احمق‌های به درد بخور یاد کرد. حالا اگر برنامه‌ریزی حتما ببینید. بزمنوف همچنین از سرمایه‌گذاری کلان کمونیست‌ها برای براندازی ایدئولوژیک کشورها به عنوان یک طرح چهار مرحله‌ای طولانی مدت سخن گفت که اولین مرحله آن تضعیف روحیه کشورهاست. این مأمور سابق کاگبه در کتابی به نام نامه عاشقانه به آمریکا نوشته که حدود 15 تا 20 سال طول می‌کشد تا روحیه یک ملت تضعیف شود. چرا این مدت کم؟ به دلیل اینکه این مدت حداقل سال‌هایی است که برای آموزش یک نسل از دانش آموزان در یک کشور هدف مانند آمریکا لازم است که آنها را در معرض ایدئولوژی براندازی آن کشور قرار دهد.
بزمنوف در پایان قرن بیستم بار دیگر هشدار داد که کمونیست‌ها و هواداران سوسیالیستشان از هنر انتزاعی، موسیقی منحرف، تصاویر مستهجن، اتهامات نژادپرستی، بحث‌های جنسی‌گرایی خاص، سیاست خارجی به ظاهر صلح طلبانه و اقتصاد سوسیالیستی برای تضعیف روحیه آمریکا استفاده خواهند کرد. اتحاد شوروی سابق پیش از آن که به اهدافش برسد فرو پاشید. مایلز ماوچونیو، پژوهشگر و مشاور سابق در دولت آمریکا در زمینه سیاست چین، در مقاله تحت عنوان جنگ تبلیغاتی ووک پکن در آمریکا که در وبسایت مؤسسه تحقیقاتی هوور منتشر شده، معتقد است که غربی ها همیشه تصور می کنند که دو بازیگر سرسخت قرن بیستم، یعنی آلمان هیتلری و شوروی کمونیستی، تنها حکومت های توتالیتری بودند که به تبلیغات اهمیت بسیار زیادی قائل بودند اما حزب کمونیست چین همانند نازی ها و شوروی به تبلیغات به عنوان مهمترین عامل حمایت از رژیم خود اهمیت می دهد. به گفته او، حزب کمونیست چین با پیروی از دستورالعمل‌های تبلیغاتی در آموزه‌های مارکسیستی لنینیستی، یک کارزار تبلیغاتی به قدمت یک قرن را علیه مردم چین و دموکراسی‌های جهان سازماندهی کرده است. این پژوهشگر چینی آمریکایی در زمینه چین افسود که حزب کمونیست چین برای پیش بردن اهداف تبلیغاتی خود از طریق مبلغان خود در مراکز آموزشی و رسانه‌های بین‌المللی در تلاش است تا روحیه و اعتماد جامعه آمریکا را تضعیف کند و این کار را با تأکید بر جنبه‌های منفی و نادیده گرفتن جنبه‌های مثبت جامعه آمریکا انجام می‌دهد. به طور مثال، با وجودی که این حزب نسل‌کشی نژادپرستانه را علیه برخی قومیت‌ها در چین را اندازی کرده است، با استفاده از ابزار تبلیغاتی ووک، نژادپرستی سیستماتیک در آمریکا را محکوم می‌کند. او معتقد است این حزب برای رسیدن به اهداف خود از تاکتیک شستشوی مغزی، تحریف زبان و کارزار اطلاعات نادرست یا همون فیک نیوز بهره می‌برد. به باور او، گروه ووک موسوم به پلنگ‌های سیاه در آمریکا، بنیان‌های ایدئولوژیک و شعارهای سیاسی خود را از نقل قول‌های ماو به دست آورده است. ریشه فکری استفاده از واژه مترقی توسط چپ رادیکال در آمریکا به طور مستقیم به دستبندی دیالکتیکی مارکسیستی-لنینیستی مردم به مرتجع و مترقی برمی‌گردد. یعنی مثلا میان میگن که کسی که این تفکرات ما رو نداشته باشه، این در گذشته مونده، به گذشته باز نمیگرده، اینا مرتجع هستن و ماها روشن فکریم، ماها مترقیم. شن ون فلیت، شاهد انقلاب فرهنگی چین و نویسنده کتاب آمریکای ماو، هشدار یک بازمانده، در برنامه رهبران تفکر آمریکا در اوپک تیوی نوشت، گفته است که ووکیسم در آمریکا به مسابقه یک انقلاب فرهنگی کمونیستی است که دستورالعملی مشابه انقلاب فرهنگی در چین را اجرا می کند. به گفته او که شاهد انقلاب فرهنگی چین بود، با وجود اینکه چین تحت حاکمیت کمونیست و ایالات متحده فرهنگ های متفاوتی دارند، اما با نگاه در یک چشمانداز وسیع تر می توان اشتراکات میان انقلاب فرهنگی ماو در چین و ترویج ایدئولوژی ووکیسم در آمریکا رو شاهد بود. او افسوده است بسیاری از شهروندان آمریکا نمی توانند انقلاب فرهنگی ووک را که همان انقلاب فرهنگی مارکسیستی است درک کنند، زیرا در مراکز و مؤسسات آموختند که اینها به مفهوم همدلی، دوست داشتن و پذیرش دیگران است. اما افرادی مانند من که انقلاب فرهنگی چین را پشت سر گذاشتیم یا در حاکمیت کمونیسم زندگی کردیم، فوراً از روی نشانه‌ها متوجه اصل داستان می‌شویم.
به گفته این نویسنده هدف واقعی انقلاب ووکیسم که آمریکای امروز را فرا گرفته است تغییر فرهنگ آمریکایی و نابود کردن همه چیز از گذشته است، شامل ارزش‌های سنتی، خانواده سنتی و نهادهای سنتی. انقلاب فرهنگی کمونیست در چین آغاز شد. رهبر کمونیست چین این انقلاب را با هدف نابودی به اصطلاح چهار عنصر قدیمی شامل آداب و رسوم، فرهنگ، عادات و ایده های سنتی چین انجام داد. او به یاد آورد، نویسنده به یاد آورد که حزب کمونیست چین چگونه به او و کودکان در مهد کودکای چین آموخت که والدین آنها فقط والدین بیولوژیکی هستند، در حالی که والدین واقعی آنها حزب و ماو هستند. اگر در انتخاب والدین خود یا حزب تضادی وجود داشت، باید فرزندان حزب را بر والدین خود ترجیح دهند. او ادامه داد که در مدارس آمریکایی نیز کودکان می‌آموزند که به جای اینکه به سراغ والدینشان بروند، باید به سراغ بزرگسالان مورد اعتماد بروند. هرچند در مدارس آمریکا از حزب سخنی نمی‌گویند، اما مشابه حکومت کمونیستی چین به دنبال قطع روابط میان والدین و فرزندان هستند تا بتوانند فرزندان را طبق میل خود کنترل کنند. به گفته این بازمانده انقلاب فرهنگی چین، هدف کمونیست‌ها کنترل افکار مردم و حکومت بر آنهاست و برای این کار باید مردم را از یکدیگر جدا و تفرقه ایجاد کنند. یک بار دیگه دقت کنید. به گفته این بازمانده انقلاب فرهنگی چین، هدف کمونیست‌ها کنترل افکار مردم و حکومت بر آنهاست و برای این کار باید مردم را از یکدیگر جدا و تفرقه ایجاد کنند. بر همین اساس ماو سیاست هویتی خود را بر مبنای تقسیم بندی جامعه چین به طبقه اشراف، دهقانان، مالکان و فقرا اجرا کرد تا تفرقه میان مردم ایجاد کند. این برچسب ها هویت افراد شد و به فرزندان و نوه های آن افراد نیز منتقل شد. او افزود در آمریکا سیاست هویتی از طریق نظریه انتقادی نژاد به دنبال ایجاد تفرقه در جامعه آمریکاست. خوب به این مسائل دقت کنید. مسئله فقط آمریکا نیست، صحبت‌های مهمی در این برنامه باهاتون دارم. و این نظریه سلاحی بسیار قوی تر از طبقه‌ای که مارکس عنوان می‌کرد برای تفرقه میان افراد می‌شود. به گفته نویسنده در جداسازی بر اساس طبقه، افراد بر اساس آنچه که انجام می‌دهند و جایی که زندگی می‌کنند تقسیم می‌شوند. اما مسئله نژاد همیشه همراه افراد است. بعدها علاوه بر نژاد، مسئله جنسیت، گرایش جنسی و حتی وضعیت واکسیناسیون افراد در طول همه‌گیری کووید برای ایجاد تفرقه میان مردم ازشون استفاده شد. خوب دقت کنید، ببینید اینا برای پیشبرد اهداف خودشون مردم رو در مقابل مردم قرار میدند. اگر مارکس عنوان میکرد که بحث طبقه بندی اجتماعی وجود داره، طبقه کارگر، طبقه بورژوا، نمیدونم طبقه فلان، اینطوری مردم رو در مقابل هم قرار داد، اینها کار فراتر گذاشتند و طوری مردم رو مقابل هم قرار میدهند که اصلا طرف دیگه نقشی در این کاری که انجام داده نداشته. مثلا در تفکر مارکس یه نفر حالا چون مثلا کارفرما بوده، بالاخره این مسیر کارفرمایی رو در زندگی به دست آورده، اختلافش رو به وجود می آوردن با مثلا کسی که جزء طبقه کارگر بوده. اما در بحث اینها اصلا طرف چون سفید پوست به دنیا اومده، چون سیاه پوست به دنیا اومده، چون مرد به دنیا اومده، چون زن به دنیا اومده، از یه طرف، بعد از یه طرف با انواع اقسام تولید گرایشات جنسی که اینا در مقابل هم قرار بدن، دارن این تفرقه رو میندازن. یه اشاره کوچیکی بکنم، صحبت زیاد دارم. فاشیست فارس ها این رو میگن، اقلیت تحت ستم نمیدونم کرد این رو میگه، اقلیت تحت ستم آذربایجان اون رو میگه، نمیدونم
این مسائل یا مثلا جنبش های فمینیستی در ایران در مقابل گروه های مردسالار قرار گرفتن این چیزا برای ما آشناست. حالا صبح فکر نکنید اینا، فکر نکنید اینا الکیه ها همینطوری روی مدی صحبت، نه، حالا من وابستگی تولید کنندگان این افکار رو در جامعه ایرانی به اندیشکده هایی که پشت جریان ووک هستن بهتون نشون خواهم داد در این برنامه. من که زاده آذربایجانم، صرفاً چون زاده آذربایجانم، در تفکر یک سری ها در جامعه ایران قرار میگیرم در مقابل هموطنم که فارسه. حالا صحبت زیاد دارم، الان در مورد آمریکا داریم صحبت میکنیم. نظریه انتقادی نژاد یکی از شاخه های نظریه انتقادی است که توسط دانشمندان مارکسیست مکتب فرانکفورت وابسته به دانشگاه کلمبیا در نیویورک با هدف براندازی تمدن غرب و گسترش مارکسیسم در حوزه فرهنگی ایجاد شد. در این نظریه طبقه ای که الگوی مارکسیستی برای تعیین سرکوبگر و ستم دیده بود، جای خود را به نژاد و جنسیت افراد می‌داد تا مردم را بر اساس نژاد و جنسیتشان به دو گروه سرکوبگر و ستم دیده تقسیم کند. به گفته نویسنده، استفاده از طبقه اجتماعی برای جداسازی افراد در کشورهای توسعه یافته موفقیت‌آمیز نبوده، چون اعضای جامعه در نظام سرمایه‌داری می‌توانستند به راحتی تحرک طبقاتی داشته باشند. دیگه مارکس اینجا جواب نمی‌داده، برای اینکه طرف مثلا توی کشور توسعه یافته آدم فقیری بوده، می‌تونست بره آدم موفق و پولداری بشه. به عنوان مثال اگر عضوی از پرولتاریا در یک شرکت سهام عمومی بخرد یا تجارت خود را باز کند، دیگر در میان پرولتاریا نیست. به همین دلیل طبقه جایش را به نژاد و جنسیت داد که دیگر افراد نمیتونن سر اون کاری بکنن. او ادامه داد که در جریان انقلاب فرهنگی معیار تفرقه بین مردم بر این اساس بود که فرد مخالف حکومت کمونیستی یا طرفدار آن است. فردی که مخالف رژیم کمونیستی بود برچسب ضد انقلاب میخورد و محکوم میشد. در آمریکا این واژه با اصطلاح نژادپرست، متعصب، راست افراطی جایگزین شد. این اصطلاحات برای قرار دادن عده‌ای از مردم در اردوگاه دشمن در مقابل گروهی دیگری از مردم به کار رفته است. این کارشناس چینی آمریکایی در پایان گفت که در آمریکا هنوز خشونت واقعی مشابه انقلاب فرهنگ چین را تجربه نکردیم، اما در راه است. اولین قدم ها را سپری کردیم، مثل ماجرای بلک لایف ماترز دیگه، که آنتیفا اون کارها را در بسیاری از شهرها و ایالت های آمریکا تحت عنوان دفاع از سیاه پوستان بر ضد گروه‌های دیگر در جامعه انجام داد. مرحله بعدی آغاز خواهد شد که تشویق به ارتکاب خشونت علیه به اصطلاح ستمگران است. داگلاس موری نویسنده کتاب جنون جمعیت‌ها معتقد است که اگر غرب نتواند ایدئولوژی ووک را به طور مؤثری مهار کند، این ایدئولوژی پیامدهای خطرناکی برای تمدن خواهد داشت و خشونت اجتماعی را افزایش خواهد داد. این مقاله‌ای که تا اینجا خوندم گزیده ای از بخش اول و دوم یک مقاله است که در اپوک تایم فارسی منتشر شده. خانم مریم شاهی نوشتند این مقاله رو، خانم به نام مریم شاهی. اسم مقاله این است: ایدئولوژی ووکیسم، آیا دنیای غرب با انقلاب فرهنگی مارکسیستی کمونیستی مواجه است؟ که قسمت اول و دومش منتشر شده، قسمت سومی هم داره که هنوز منتشر نشده، اما لازم بود که اول من به این مقاله اشاره کنم در ابتدای برنامه. در سال 1979 نیروهای اهریمنی سرخ و نیروهای اهریمنی سیاه با هم متحد شدند، اتحاد نامقدس و شوم ارتجاع سرخ و ارتجاع سیاه رو تشکیل دادند که وجه مشترک این دو هم مقابله با میهن پرستی و نیروی ملی
در ایران بود. یکی از اینها عقاید جهان وطنی داشت در مقابله با ملی گرایی و دیگری عقاید امت گرایی داشت باز در مقابله با ملی گرایی. و اینها اومدن و اون فاجعه رو در ایران آفریدن بر علیه حکومت ملی میهن پرست پادشاهی ایران. و امروز شاهد این هستیم که تمدن غرب رو هم دارند نابود میکنند. Western civilization and the United States in particular is at risk. I say this because this is exactly what happened to my country 45 years ago. Iran, you might say, was the testing grounds for what my late father called the unholy alliance of the red and the black, radical Marxism and radical Islamism. These two ideologies converged not to create, but to destroy. Indeed, to destroy the very notion of Iran. حزب توده تنها وظیفه‌اش شایع پراکنی بر علیه خاندان پادشاهی ایران و میهن پرستان ایران نبود. آقای محمد تقی رهنمایی، فارغ التحصیل دانشگاه ماربورگ آلمان و استاد بازنشسته جغرافیای دانشگاه تهران که خودشون هم تالشیان، در گفتگوی درباره زبان تالشی و گیلان با مجله دیلمان از یکی از خیانت‌های شرم‌آور حزب توده پرده برداشت. ایشون در پاسخ به پرسش خبرنگاری در خصوص جوک‌های قومیتی از تحقیقات گسترده خودش صحبت کرد و بیان کرد که منشأ جوکسازی برای آذری‌ها و گیلکی‌ها، مثلا شنید میگن یه رشتیه فلان، یه ترک فلان، حزب توده بود. حزب توده یه کارگروه داشت که وظیفه‌اش این بود که برای اقوام ایرانی جوک بسازه. علت شمون بود که شوروی در مقاطع مختلف میخواست به هر ترتیبی که شده ایران رو به هم بریزه، آنارشی به وجود بیاره و حتی به فکر تجزیه ایران بود و وظیفه این کمیته حزب توده این بود که جوک درست کنه برای اینکه مردم مثلا آذربایجان یا گیلان و اینا از سایر هموطنانمون و اصولا از ایران متنفر بشن. این مسائل مربوط به گذشته است. اگر فکر کردید امروز این اختلاف افکنی ها و این روشی که نیروهای اهریمنی چپ در ایالات متحده آمریکا دارند انجام میدن تنها محدود به اون کشوره، فکر اشتباهی دارید. نگاهی بیاندازیم به همین انقلاب ملی که در ایران به وجود اومد. کشور ما رو نیروهای اهریمنی در 1979 نابود کردند. حکومت پادشاهی رو برانداختند و ایران رو با آتش کشیدند. از اواسط دهه 90 خورشیدی یک نیروی عظیم ملی از زیر پوست جامعه خودش رو کشید بیرون و نقطه اوجش در آبان 95 در مقابل پاسارگاد بود. بعدش در دی 96، آبان 98 و اعتراضات گوناگونی که در شهرهای مختلف ایران در سال 1400 پیش اومد، این نیروی ملی خودش رو نشون داد با شعارهای میهن پرستانه، با شعارهای ملی گرایانه برای بازگشت به هویت ملی، برای بازگشت به ارزش‌های ملی. چیزی که شاهدش بودیم اینه که همون نیروهای اهریمنی که در 1979 ایران رو نابود کردند، همون نیروهای اهریمنی که تمدن غرب رو به این وضع انداختن، در انقلاب 1401 ملت ایران اومدند موج سواری کردند برای اینکه اون جنبش ملی رو منحرف کنند از بحث‌های میهن پرستانه و ملی گرایانه و مجموعه عروسک‌های اهریمن دست به کار شدن برای اختلاف افکنی های این چنینی به همین شیوه ها میان ملت ایران، از فمینیست ها بگیرید تا قومگراها بگیرید تا سایر گروه ها. یک فردی مثل مسیح علی نژاد یک فردی که نه شعور داره، نه سواد داره، نه تحصیلات داره، نه ایدئولوژی داره، نه هیچی.
یک لاشخوری است که هر جا منفعتش باشه هر کاری برای پول و منافع مالی و منافع زندگیش انجام میده. یک نمونه از این مهره ها رو میخوام در موردش صحبت کنم باهاتون. وقتی این مقاله رو در خصوص ماجرای وکیسم در ایالات متحده براتون میخوندم، یکی از مهمترین چیزهایی که در اون اندیشمندان روشنفکر حقیقی آمریکا بحث میکنند این هستش که میخوان اختلافات رو در جامعه مثلا به بحث‌های جنسیتی برسونن، مرد رو در مقابل زن قرار بدن، این کاری که مسیح علی‌نژاد به عنوان یک مهره دوزاری، من میگم خودش آدم مهمی نیست، میخوام بگم مهره ها چکار میکنن، اومد و انجام داد و انقلاب رو زنون مردانه کرد. پاشد رفت در کاخ ورسای فرانسه با اون حالت میگفت چقدر خوشحالم که اینجا مردان نیستن. This is historical. Because for the first time that women leading the revolution and these women like we didn't need men delegation. چقدر خوشحالم که رای من. Like we didn't need men delegation. چقدر خوشحالم که رای من. I think we're not hearing you. یعنی این مرد و زن رو در مقابل هم قرار داد از یه طرف، از اون طرف همین آدم میخوام نشون بدم مهره ها چجوری کار میکنند. مسئله فقط اون مسئله علی نژاد اصلا باد کدوم معده هست خودش، و با سوخته شدن علی نژاد ها هم این پروژه ها تموم نمیشه، تموم نشده. این اندیشکده ها که فعالند، این اهریمن ها که فعالند، حالا یه مهره به سوزه مهره دیگه جایگزینش میکنند. از اون طرف همین علی نژاد اومد چیکار کرد؟ اون از بحث اختلاف افکنی جنسیتیش، از این طرف مثلا اومد شروع کرد بحثای قومیتی رو مطرح کردن، امثال مهتدی رو بالا کشید و شاهد این قضیه بودیم که مثل ماجرایی که مثلا در آمریکا اینها میخوان بیان عنوان کنن که یک نفری سفید پوسته، یک نفری سیاه پوسته و اون سیاه پوست تحت ستم این سفید پوست هاست و فلان، مشابهت سازی اومدن بکنن. هرچند جامعه ایران هیچ ربطی به جامعه آمریکا نداره، ما هیچ هیستوری، هیچ گذشته ای از چنین مسائلی که مثلا در آمریکا در بحث های درگیری های نژادی بوده بیانه اقوام ملت یکپارچه ایران نداشتیم، ولی تلاش بر این بود که بیان بگم بله حقوق اتنیک فلان است و یه سری از قوم ها، من خودم آذری ام مثلا، ماها تحت ستم فارس ها قرار گرفتیم و از اون ور نمیدونم کورد ها تحت ستم فلان قرار گرفتن، اون تحت ستم فلان قرار گرفته. بعد سایر مهره ها، سایر این نوچه های این اندیشکده های اهریمن اومدن بحثایی رو مطرح کردن، حق تعیین سرنوشت، حقوق اقوام، حقوق اتنیک، امثال شادی امین که خودش رو فعال حقوق اقوام مینامه پشت خودش و اون شادی صدر زنش، شوهرش، نمیدونم چجوری بگم، به هر حال پارتنرش پرچم الاهواز رو میذاره، اندیشکده تولید کرده به نام اندیشکده عدالت برای ایران و جز اصول اصلی اون اندیشکده بحث‌های حقوق اتنیک و اقوام رو مطرح میکنه، با اون گذشته فدایی خلقی چپ خودش، اینا دقیقا نوچه های اهریمن هستند که این کارها رو کردن، اومدن در ملت یک پارچه ایران ملت سازی کردند، این بحث ها رو کشوندن بالا، افراد رو در مقابل یکدیگر قرار دادن و شروع کردن گفتن بله یه سری ها تحت ستم یه سری دیگر. اصلا ماجرایی رو که از اواسط دهه 90 سر بحث‌های ملی میهنی و بازگشت به هویت ملی آغاز شده بود در 1401 خواستن تبدیل کنن به ماجرای جنسیتی و اتنیکی و فلان و اینا، شخص علی نژاد علاوه بر این کارها توییت میزد آذربایجان رو با رزه مینوشت، یعنی دقیقا
ادبیات پانتورکا رو به کار می برد. این کارها رو کردن چرا؟ برای اینکه همون گروهی که ایران رو در 1979 زمین زد در مقابل میهن پرستی ایرانی، در مقابل پادشاهی ایستاد، در ماجرای 1401 هم خواست اون نیروی ملی که خواهان بازگشت به بحث میهن پرستی و عظمت ایران هست رو زمین بزنه با این مسائل، و کارشون رو انجام دادن. از اون طرف یه نفر دیگه مثل حامد اسماعیلیون که تمام نشستهاش رو حزب کمونیست کارگری بوک میکرد، اومد مثلا تظاهرات برلین رو که میتونست بزرگترین نقطه اتحاد ملی ایرانیان باشه، تبدیل کرد به یک سنی، یک شوی در روی سن مراسم با حضور انواع اقسام تجزیه طلبان، انواع اقسام گرایشات جنسی، نمیدونم خاص فلان و بهمان و تراجنسی و فلان و بهمان، طرفداران حقوق فلسطین و تمام اینا. جن جیان آزادی. پیامی بود از بهروز بوچانی برای جمعی ما که من قرائت میکنم. پیامی بود از بهروز بوچانی برای جمعی ما که من قرائت میکنم. اینترنشنال تمام تلاشش رو کرد، رسانه اینترنشنال، که بحث رو بحث زنان و مردانه کنه، بحث تجزیه طلبانه کنه، بحث حقوق اتنیک بکنه و این مسائل مختلف. حالا هیچ کدوم اینها خودجوش نبوده. الان یه سری ها میگن بله ما دیگه آگاه شدیم، مسیح علی نژاد نمیدونم فلان آگاه شدیم در موردش، حامد اسماعیلیون دیگه سوخت فلان، اینترنشنال فلان. هیچ کدوم اینها خودجوش نبوده و همین مسئله مهمی است که باید بدونیم که در آینده این ماجراها ادامه داره. ببینید یه مسئله رو من درباره جورج سوروس میخوام با شما مطرح کنم. یه سری خبرها رو درباره جورج سوروس همه شنیدید. هزینه وحشتناکی که در حمایت از کاملا هریس انجام میده در مقابله با دونالد ترامپ، کمک‌های مالی وحشتناک به کاملا هریس میکنه، این دیگه چیز پابلیکه، همه جا هم اخبارش پخش شد. از طرف دیگه باید بدونیم که یکی از بزرگترین حامیان بحث وک در ایالات متحده و جهان غرب همین آقای جورج سوروسه، که جالبه از کسانی که بیمار شدن به ویروس وک استفاده میکنه برای حمایت از حماس. اساتید چپگرای وابسته به خودشو در دانشگاه‌های مختلف پخش و پلا کرده، بعد اونها یه مش دانشجو، یه مش جوجه دانشجوی واقعا بیفکر رو، هپروت رو مخشویی میکنن و همشون رو افتادن در آمریکا در تظاهرات حمایت از حماس و فلان. دقیقا نقطه اتصال ارتجاع سرخ و سیاه، اساتید چپگرا و دانشجویان هپروت تحت تاثیر اونها، مورای جورج سوروس و اندیشکده جامعه باز جورج سوروس هستن، حمایت میکنند از حماس، مرتجع ترین سیاه کنونی در جهان. بعد خیلی جالبه دیگه، شما چقدر از این ووک زده ها رو دیدید که با پرچم رنگین کمانی و فلان و اینها در حال دفاع از حماس هستند در تظاهرات ایالات متحده آمریکا و جاهای مختلف. یه مقداری باید در مورد جورج سوروس مسائلی رو بدونید. یکی این که گفتم یکی از بزرگترین حامیان بحث وکیسم در ایالات متحده آمریکا است. بنیادهای وابسته به سوروس به نهادهای مختلفی از جمله بسیاری از سازمانهای ضد اسرائیلی کمک مالی میکنند. انجی مانیتور گزارش داده درباره این نوع کمک ها که انواع مختلفی داره.
بر اساس این گزارش مرکز سیمون 450 هزار دلار از سوروس و دیدبان حقوق بشر ضد اسرائیل 100 میلیون دلار از جورج سوروس دریافت کرده. بنیامین نتانیاهو در سخنانی علیه فعالیت‌های جورج سوروس می‌گوید که سوروس علاقمند است تا دولت اسرائیل را از درون نابود کند. سازمان‌های سوروس به صورت شبانه روزی و با بودجه نامحدود تلاش می‌کنند تا ریشه هویتی اسرائیل را بخوش کنند. جورج سوروس به تازگی انجمنی موسوم به جی استریت، این اسم یادتون باشه بسیار مهمه، این اسم یادتون باشه، جورج سوروس به تازگی انجمنی موسوم به جی استریت را در آمریکا ایجاد کرده که در زمینه حمایت از گروه‌های فلسطینی مانند حماس و مخالفت با اسرائیل فعالیت می‌کند. بن دیوید در اورشلیم پست نوشت که سوروس به دنبال تأسیس سازمانی است که رقیب آیپک، لابی بزرگ اسرائیل در آمریکا، باشد و می‌خواهد حماس در جهان به رسمیت شناخته شود و تصمیم دارد ایران بدون تحمل مجازات به اقدامات خود ادامه بدهد. در واقع جی استریت و سازمان آمریکای نو و سازمان شورای ایران و آمریکا یعنی نایاک همگی با هم در ارتباطند. سازمان جی استریت سوروس به تازگی فعالیت‌های خود را در آمریکا بسیار گسترش داده و کتاب‌ها و بروشورهای این سازمان به صورت گسترده بین دانشجویان دانشگاه‌های ایالات متحده منتشر شده است. فعالیت این سازمان تاکنون در بین دانشجویان 30 دانشگاه آمریکا بوده که تلاش دارند تا 3 سال آینده این فعالیت را در 150 دانشگاه ادامه دهند. پایگاه اینترنتی بلومبرگ در گزارش نوشت پس از حضور اوباما در کاخ سفید به دنبال انتخابات سال 2008 آمریکا، سازمان جورج سوروس فرصتی یافت از نفوذ لابی حامی اسرائیل در دولت آمریکا بکاهد. بنابراین سازمان او با نام بنیاد جامعه باز اجرای پروژه بلند پروازانه را در سال 2009 برای متقاعد کردن اروپا و آمریکا به منظور مقصر شناختن اسرائیل به دلیل نقص قوانین بین‌المللی آغاز کرد. این سناریو ممکن است برای برخی عجیب به نظر برسد. در جامعه ایران مردم سوروس را یک یهودی می‌دانند و فکر می‌کنند که چون یهودی است الزاماً طرفدار سیاست‌های اسرائیل هم است. اما صهیونیست‌های اسرائیلی جورج سوروس را یکی از منفورترین افراد روی زمین می‌دانند و به همین دلیل است که هیچ کس از تندروی‌های دولت اسرائیل علیه جورج سوروس تعجب نمی‌کند. سوروس به هر دلیل ممکن علیه دولت‌های اسرائیلی در هر زمان و مکان موضع خصمانه دارد و سعی دارد دولت اسرائیل را در انظار عمومی مردم جهان منفور و بسیار خشن نسبت به فلسطینیان نشان دهد. جورج سوروس و دولت اسرائیل رابطه‌ای سرد و سرشار از نفرت نسبت به یکدیگر دارد. ضدیت اسرائیل نسبت به این میلیاردر یهودی ناشی از نگرش خصمانه مستمر او نسبت به دولت یهودی اسرائیل است. جورج سوروس از این دولت یا دولت‌های قبلی انتقاد نمی‌کند، بلکه به طور فعال از سازمان‌های مانند BDS یعنی تحریم بایکوت سلب سرمایه که حق موجودیت اسرائیل را به چالش می‌کشند حمایت مالی می‌کند. علاوه بر این سوروس به صورت فعالانه در مبارزه انتخاباتی در اسرائیل برای به قدرت رساندن چپگراها مخالفین نتانیاهو مداخله کرده و میکند. همین تظاهرات اخیر قضیهش رسانه‌ای شد، حتی من دیدم ایندیپندنت فارسی هم منتشر کرد که تظاهرات در اسرائیل رو داره جورج سوروس حمایت مالی میکنه بر ضد نتانیاهو. جورج سوروس همیشه دشمن سیستماتیک اسرائیل بوده و بنیاد جامعه باز او از ساختارهای حمایت میکند که پایه‌های دولت یهودی را تضعیف میکند. این کشور خود را به تأمین مالی طرح‌های ضد اسرائیلی محدود نمیکند، بلکه در فرایندهای سیاسی داخل اسرائیل هم مداخله میکند. هدف این میلیاردر انسان دوستانه نیست. او هرگز انتخاب‌های سیاسی خود را پنهان نکرده. او که نزدیک به حزب دموکرات است
به دلیل مواضع بسیار انتقادی خود نسبت به دولت اسرائیل نیز شناخته شده. محتوای هزاران ایمیل افشا شده در 14 آگوست توسط دی سی لیکس نشان می‌دهد که از سال 2001 بنیاد سوروس بیش از 10 میلیون دلار به سازمان‌های عربی و همچنین به انجمن‌های چپگرای اسرائیلی طرفدار فلسطین پرداخت کرده. با قضاوت بر اساس نشانه‌های بسیار سریع که در ایمیل‌ها ظاهر می‌شود، پول پرداخت شده باید امکان سازماندهی کمپین‌های نظری را با هدف به چالش کشیدن سیاست اسرائیل از طریق نمایشان به عنوان یک دولت نژادپرست و ضد دموکراتیک فراهم کند. بنیاد سوروس توصیه می‌کند که این کمپین‌ها برای مشروعیت زدایی از اسرائیل در نهادهای بزرگ بین‌المللی مانند سازمان ملل یا نهادهای اتحادیه اروپا انجام شود. بر اساس ایمیل های گزارش شده توسط سایت آمریکایی تبلت مگزین، عدالت از سال 2001 بیش از 2.6 میلیون دلار از بنیاد سوروس دریافت کرده است. عدالت در چندین نوبت کمپین هایی را منتشر کرده که اسرائیل را به ارتکاب جنایات جنگی متهم کرده و از کشورهای غربی خواسته است که روابط دیپلماتیک خود را با اسرائیل قطع یا تعلیق کند. به گزارش مجله تبلت، آدالا در کنار سایر سازمانهایی که توسط جورج سوروس تأمین مالی می شوند، نقش عمده‌ای در کارزار دروغینی که ارتش اسرائیل را به انجام قتل عام غیر نظامیان فلسطینی در جریان نبرد جنین در سال 2002 متهم می کرد، ایفا کرد. مجله تبلت اشاره می کند که به طور گسترده در رسانه‌های بین المللی گزارش شده و به صورت گسترده باور می شود که این مسئله حقایق واقعی هستند. در زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ، بنیاد سوروس با بیش از 50 سازمان با هدف پایین کشیدن ترامپ مشارکت داشت. در سال 2017 بیش از 150 هزار آمریکایی دادخواست کاخ سفید ترامپ را امضا کردند تا سوروس را تروریست داخلی اعلام کنند و دارایی‌های او را مصادره کنند. قبل از انتخابات 2016 سوروس به طور فعال از هیلاری کلینتون و حزب دموکرات حمایت می‌کرد و به طور رسمی بیش از 10.5 میلیون دلار به مبارزات انتخاباتی او کمک کرد. همچنین از طرف دیگر جمهوری‌خواهان ضد ترامپ مانند مؤسسه محافظه‌کار مک‌کین را تأمین مالی کرد. در پی اعتراضات سراسری آمریکا به قتل جورج فلوید و حمایت جورج سوروس از این نارامی‌ها، تحلیلگران آمریکایی یادآور شدند که ما سوروس را پشت بسیاری از حرکت‌های این چنینی در کشور خودمون و در سایر کشورها می‌بینیم. یه مسئله رو بهتون بگم. از یه طرف جمهوری اسلامی برای ارازشه ابله عنوان میکنه که جورج سوروس یهودیه و چون یهودیه مثلا این بخشی از رژیم صهیونیستی است و اینا، در صورتی که جورج سوروس یک چپگرای جهان وطنه، همونطوری که چپگراهای ایرانی اون فعالیت ها رو بر ضد بحث ملی در ایران دارن، اون هم این بحث ها بر ضد اسرائیل داره. و نکته جالب این است که چه بنیادهای تحت مدیریت سوروس، چه بنیادهای همکار و وابسته به سوروس، بالاترین روابط رو با حلقه های جمهوری اسلامی دارند، حلقه نیویورکی های ظریف و اینها. و میگم ارازشی احمق که انتظار نمیفهمند. از اون طرف هم در اپوزیسیون هم یک مشت آدم بی سواد دوزاریه تا مغز و استخون نفهم متوهم، مثل مثلا رضا عازلی، کافی کلمه یهودی رو بشنون دیگه این مسائل رو اصلا نمیتونن درک کنن اینها. میدونید یه واقعیت هاییه. و بذارید یه مسئله رو بهتون بگم. بنیاد جامعه باز جورج سوروس بزرگترین ارتباطات مالی و همکاری ها رو داره با بنیادی مثل بنیاد NED. بنیاد NED بزرگترین حامی نایاک هست و همین چند وقت پیش، یک سال و نیم پیش، اسنادش منتشر شد که چند میلیون دلار
به تیم مسیح علی نجات کمک مالی کرده. یعنی ببینید اصلا فکر نکنید که این عروسک هایی که مهره میشن میان بالا و اینها، اینا خود جوش کاراشون، جورج سوروس ها پشت اینا. و یک نکته دیگه که باید بدونید، ارتباطات سازمان های تحت مدیریت جورج سوروس است با برخی بنیادهای گلوبالیستی مثل بنیاد راکفلر و مثل بنیاد کارنگی. بنیاد کارنگی بنیادی بود که جورج تاون رو به پا کرد. من یک اسمی رو گفتم، بنیادی که جورج سوروس تأسیس کرده که فعالیت های ضد اسرائیلی انجام میده به نام بنیاد جی استریت. این اسم در ذهنتون باشه. این بخش از صحبت‌های خانم غزال مدیریان رو با آقای جمشید چالنگی براتون میذارم. یه گزیده ای از صحبت‌هایشون از پیشنهاد میکنم حتما کل برنامهش رو در کانال یوتیوب آقای جمشید چالنگی ببینید. صحبت‌های خیلی مهمی خانم مدیریان اونجا مطرح میکنه. ایشون چند ساله که داره تحقیق میکنه و اسناد مختلفی رو هم که در موردش اینجا صحبت میکنه در ایکسش و در کانال تلگرامش منتشر کرده. اسناد رو میتونید ببینید. لازم این صحبت ها رو بشنوید. این مسائلی که میگم خیلی مهمه، این صحبت ها هم بسیار مهمه. قشنگ خط و ربط ها رو درباره وضعیت سیاسی در آمریکا، این اپوزیسیون فیک خارج از کشور و همه اینها خودتون میتونید بهش برسید. این صحبت ها رو، این بخش از صحبت ها رو با دقت گوش کنید. تازه تر اینا که داریم کمک محمد جواد ظریف هست یا بنیاد علوی هست به بنیاد کلینتون ها و بعد برعکس، این بدبستون رو از زبان خودتون بشنوید. بله، البته واقعه برمیگرده به سال 2006 تا 2008 و مربوط میشه به کمکی که بنیاد علوی به بنیاد خیریه کلینتون ها به اصطلاح هدیه که داد و این اون موقع همون موقع در رسانه های آمریکایی هم بازتاب پیدا کرد و انتقاداتی هم شد به این مسئله. منتها ما از هیچ رسانه، من شخصا از هیچ کدوم از رسانه های فارسی زبان در موردش چیزی نشنیدم تا همین اواخر که مشغول ریسرچ ها و به قول معروف مدرک گردانی های خودم بودم، این رو پیدا کردم و واقعا شوک برانگیز بود برای من، به خاطر اینکه نه به خاطر اینکه پولی از سمت به اصطلاح حکومت ایران به دموکرات ها داده شده. من مطمئنم مبالغی داریم در مورد صحبت میکنیم در این اسناد واقعا ناچیز نسبت به چیزی که من مطمئنم در واقعیت وجود داره، اما من از اون جهت بسیار شوکه شدم که هیچ جای دیگه راجبش صحبتی نشنیدم و مخصوصا خبرنگاران و روزنامه نگارانی که از ایران به آمریکا مهاجرت کردند هرگز اعتراضی به این موضوع نکردند که من مطمئنم قبل از من قطعا از این واقعه خبر داشتن. ببینید اون کسانی که مسئول مهره چینی هستند در این رسانه ها، اونها افراد خاصی هستند که اکثرشون هم از مدت های خیلی پیش دارن فعالیت میکنن در پشت پرده. اونها جا برای این تازه واردین باز میکنن از قبل و مسیر رو براشون هموار میکنن که قبل از رسیدن فیزیکی به این نقاط غرب کارشون مشخصه و براشون از قبل تعیین شده و این باعث شده که ما این روند رو شاهد هستیم. یک پیش زمینه تقریبا میتونم بگم در اکثر موارد ساختگی از اینکه این شخص دچار یک سری تهدیدات هست و مخالف هست به علت اینکه خب بهش ظلم شده، پس قطعا مخالفه، شک نکنید. کسی که بهش ظلم شده، کسی که زندان رفته، کسی که شکنجه شده، کسی که آزار دیده، قطعا نمیتونه موافق سیستم باشه، میشه مخالفش. بنابراین ما این پیش زمینه رو اول میبینیم که شروع میشه و داستانهای در این زمینه پخش میشه مخصوصا از خود این شبکه ها و بعد از هان آماده میشه برای پذیرش یک شخصیت جدید به عنوان یک روزنامه نگار اصطلاح در تبعید که اطلاعات خیلی جدیدی و به روزی رو هم با خودش از زندان ها و سرکوب ها میاره و خب مردم هم احتمالاً براشون جالب هست بدونن که چه اتفاقاتی داره میفته
گرچه من فکر میکردم که بعد از 4 دهه دیگه مشخصه چه اتفاقی داره میفته و دیگه لزومی به باز کردن بیش از حد چیزی که واقعا در نهایت خودش هست نباشه. دیگه فکر نمی کنم کسی نباشه که بدونه چه اتفاقی داره توی مملکت ما میفته و چه راهی پیش پای ما هست، مخصوصا برای مردمی که داخل زندگی میکنن. و این هجوم به اصطلاح روزنامه نگاران، گویندگان، مخبران از داخل به خارج، جالبه که در همون محدوده هم محدود نمیشه و بعدن از اینها فعالان حقوق بشر، تحلیلگران سیاسی و در نهایت رهبران جنبش‌های ضد حکومتی ساخته میشه و شغلها دیگه قاطی میشه با هم دیگه و ما بالاخره جایگاه‌ها رو گیج میشیم که ایشون مگه خبرنگار نبود؟ پس چطور یه خبرنگار جهت سیاسی پیدا میکنه؟ چطور یه خبرنگار سر میزی مینشینه که قراره برای آینده یک مملکت تصمیم بگیره؟ آیا این خبرنگار نباید تا آخر در شغلی که هست بمونه و بدون جهتگیری و سوگیری سیاسی فقط واقعیت‌ها رو نمایش بده؟ چی شد که یک شبه نقش این آدم از یک خبرنگار، از یک اطلاع رسان و آگاهی رسان به یک رهبر جنبش تغییر پیدا کرد؟ این هاست که به نظرم این گیج کنندگی ها، این درهم تنیدگی ها از یک سری نیروهایی که به هر حال آمادگی این رو دارن که هر ثانیه یک نقش جدیدی رو بپذیرند، باعث شده که ما وقت سر بزنگاه که میشه اینها با تمام اون پتانسیلی که جمع کردن چیزی رو مثل جورج تاون پدید میارن. زمانی که مهسا امینی به قتل میرسه به اون طرز ناجوان مردانه و اون قتل حکومتی صورت میگیره و جوانها و فرق نمیکنه پیر و جوان در تهران به خیابونها میریزن و به این موضوع نه تنها اعتراض میکنن، به ریشه هایی که این موضوع ازش زاده شد اعتراض میکنن، مردم آمریکا از دولتشون توقع دارن که یک عکس العمل قاطع و محکم در برابر این ظلم نشون بده. دولت آمریکا که برنامه های خودش رو داره و سیاست های خودش رو داره، باید یک نمایشی از حمایت از این جنبش رو برای مردمش تدارک ببینه و میره انباری، در انبار رو باز میکنه، فعال حقوق بشرش رو، نمیدونم مبارزش رو، دادخواهش رو، اینا رو از توی انباری در میاره، یه تکونی میده، یه لباس به اصطلاح مد روزی بهشون میپوشونه، اینا همه استعاره خدمتون میگم، میاره و میگه من دارم از این جنبش حمایت میکنم، ببینید من جزو 100 زن برتر مجله تایمز میام خانم علی نژاد رو که یک فعال شجاع حقوق زنان در ایران و برای ایران هست در آمریکا و در حقش و در حقش سوء قصد شده و اینقدر رژیم ازش میترسه که مدام داره برنامه ریزی میکنه برای حذفش، من پشتش میستم و این مشت نمونه خرواره و آسوده بخوابید، شهر در امن و امان است، من حواسم به دموکراسی در ایران هست. و با همین چه بودجه هایی جا به جا میشه، چه نهادهایی برای بودجه سال آینده خودشون از اینها استفاده میکنن، تمام اینها موجوده. خب این از قسمت آمریکاییش که هیچ اصلا من فکر نمیکنم ما بتونیم بریم دولت آمریکا رو یقش رو بگیریم بگیم نه تو بیا و برای منافع یک کشور دیگه فعالیت بکن، اول بعد منافع خودتو بذار بعدش. خب نمیشه، این اصلا گفتمان دور سیاسی نیست. اما تویی که خودت رو ایرانی خطاب میکنی، اگر تو بگی نه، اگر تو اون موقع وایسی و بگی نه من این کارو نمی کنم، من وسیله‌ای برای تبلیغات حقوق بشرانه شما نمیشم، یک دونه از این یه دونه نگفتن ما رو یک قدم به هدفمون نزدیکتر میکنه. متاسفانه آن که گفت آری، آن که گفت نه، ما بسیار از دوستانی رو داریم متاسفانه که جوابشون به اولین فرصت آری هست. وقتی که یک انرژی از حالت پتانسیل به جنبشی داره تبدیل میشه و این ممکنه هر اتفاقی بیفته، حکومتی حتی اونطور که مردم میخوان، واقعا چیزی که مردم میخوان اینه که این حکومت بره برای همیشه، شرش رو کم بکنه، خب اونهایی که برنامه های خاص خودشون رو دارن نمیذارن اتفاق بیفته، هم قدرتش رو دارن، هم مهرش رو دارن، هم پولش رو دارن، اونا نمیذارن، نمیخوان بذارن که این اتفاق بیفته، منتها میخوان یک طوری هم پیش برن که بعدا نتونن. خیلی بخش سیاست اینطوریه دیگه. اما آنچه که اتفاق افتاد چه بود؟ جنبش چی شد؟ به کجا رفت؟
این صحبت ها از کجا شروع شد که چرا ائتلاف نمی کنید؟ من رفتم پیش مکرون، مکرون به من گفت چرا اپوزیسیون نمیاری اینجا به من نشون بدی، چرا یک ائتلاف از اپوزیسیون. خب اینا رو ما میشنیدیم و بعد دیدیم که یک جورجتانی درست شد که بعد یه منشوری هم از تو دلش در اومد که از اول محکوم به فنا بود و بعد حالا اون که تموم شد این دستیسه که به پایان رسید، که البته اون فصل این دستیسه به پایان رسید، گفتمان حالا چیه؟ آقای پهلوی از این ائتلاف بیرون رفت و بزرگترین شانس اپوزیسیون هم از بین رفت. نه خیر، اصلا اینطوری نیست. شما باید خیلی قبل‌تر برید، سالها قبل برید، انقدر بگردید و ببینید که این جورجتان رو چرا به وجود اومد و از این جورجتان ها قرار بسیار بعداً پیش بیاد و چه کار کنیم که از اول مانع تشکیل چنین دستیسه هایی بشین. بله ببینید، من باور میکنید من تا همین چند روز پیش فکر میکردم که کل این ساختمان رو دولت آمریکا مصادره کرده و تازه متوجه شدم که فقط 40% مصادره شده و هنوز 60% بقیه در اختیار بنیاد علوی قرار داره و واقعا برام بازم میگم یک موضوع شوکه کننده بود. ببینید این کاری که جمهوری اسلامی کرد، اومد وقتی که این برج رو اشغال کرد و در یکی از طبقاتش دفتر بنیاد علوی رو هم آورد مستقر کرد، این اومد یه دونه شرکت ببخشید این گوشه برده این یک شرکت سوری درست کرد به اسم آسا یا همچه چیزی که فقط یک کارمند داره و در نیوجرسی ثبتش کرد و اومد اون رو 40% این برج رو زد به نام این شرکت. و کاری که اینا میکردن بود که اجاره هایی که از این برج به اصطلاح درآمدی که داره از اجاره ها، این رو این یک شرکت میبرد میریخت تو بانک ملی، یعنی اینطوری حالت پولشویی ایجاد میکرد. وقتی که دولت آمریکا این رو فهمید و دادگستری شروع کرد به پیگیری این قضیه، یک پرونده تشکیل شد، پرونده به دادگاه رفت و جواد ظریف که اون موقع سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل بود وارد این پرونده میشه و به اصطلاح برای صلح و آشتی فعالیت میکنه و میگه یه مبلغ رو ما میپردازیم این قضیه رو ستل کنیم، یعنی به توافق برسیم. و همون موقع هم بوده که بنیاد علوی به کلینتون ها اون هدیه رو پرداخت میکنه که حتی روزنامه های آمریکایی هم به همین مسئله اعتراض میکنن که خیلی زمان بندی عجیبیه که زمانی که همچین مسئله در دادگاه داره باز میشه، کلینتون ها میان از بنیاد علوی هدیه قبول میکنن. به هر حال آنچه که اتفاق افتاد اینه که بله، حکم داده شد به اینکه کل این برج مصادره بشه، اما دادگاه عالی این حکم رو شکست و گفت که هیچ مدرک و هیچ شواهد محکم پسندی به قول معروف از اینکه بنیاد علوی با جمهوری اسلامی رابطه مستقیم داره ما نتونستیم پیدا کنیم. بنابراین 60% هنوز برای بنیاد علوی یک بنیاد خیریه است و به دانشگاه ها کمک میکنه و از این دقیقا از همون توجیهات که ما تو جمهوری اسلامی میشنویم اینجا هم همون رو شنیدیم. به هر حال در حال حاضر 60% برج خیابان پنجم نیویورک که قبلا بنیاد پهلوی بود، ملکی که به ملت ایران تعلق داره، این 60% هنوز واگذار هست به بنیاد علوی. ببینید من فقط به اون قسمتی که خودشون گزارش میدند در مدارک مالیاتی دسترسی خواهم داشت، همونطور که همه دیگران هم دسترسی دارن، که خب از اونها یه مقداریشون به کدوم دانشگاه ها کمک کردن و چه مقدار هنوز به عنوان asset یا به عنوان دارایی خودشون محسوب میشه، اینا همه هستش در اون گزارش. اما اون چیزی رو که من نمیبینم خب چیزیه که در واقعیت و پشت پرده اتفاق میفته، که این پول ها و به اصطلاح قطعاً یک روشی برای پولشویی وجود داره، که چون اون پولی رو که من میبینم دارن به عنوان درآمد این مؤسسه اعلام میکنن، شاید 1/10 درآمد واقعی این مؤسسه هم نباشه. ببینید جورجتان در واقع یک اسپانسر خیلی بزرگ داشت، اسپانسر مالی داشت و یک اسپانسر اجرایی داشت، یعنی دو تا اسپانسر داشت، مالی و اجرایی. اسپانسر مالیش بنیاد راکفلر ها بود که مبلغ اون مبلغی رو که به انجمن رهبران زن که دقیقاً سال 2022 همزمان با جنبشی که در داخل ایران شکل گرفته به صورت بسیار همزمان توسط هیلاری کلینتون در دانشگاه جورجتاون تأسیس میشه به نام انجمن جهانی زنان رهبر، پولی که از طرف راکفلر به این انجمن اهدا میشه $2,000,000 هست که در دو نوبت هست، یک نوبت $1,400,000 و یک نوبت $600,000 که مجموعاً $2,000,000. دقیقاً در سال 2022 این اهدا صورت میگیره و بعد اولین پروژه‌ای که این انجمن اعلام میکنه که انجام داده پروژه جورجتاون هست که
همون ائتلاف 8 نفره رو جز دستاوردهاش گزارشش رو تو سایت خودش نوشته. بعد ما میبینیم که این گروهی که در جورج‌تاون هستن دعوت میشن که برن به کنفرانس مونیخ یک ماه بعدش. و بعد که دنبال میکنیم میبینیم که بله، بنیاد راکفلر همون سال به طرز خب خیلی بالاتر از و بیشتر از هر سال دیگه به کنفرانس مونیخ هم اهدا کرده. بعد چه نتیجه‌ای میگیریم؟ بریم ببینیم خب این راکفلر، بنیاد راکفلر دنبال چی هست؟ کلا اهدافش چیه؟ و اونجاست که قضیه روشن میشه که سال 2001 رئیس جدید این بنیاد به نام استفان هینز سر کار میاد و این آدم از اون موقع تا حالا دو تا هدف رو دنبال کرده. یک اسرائیل ستیزی که بسیار هم علنی هست، ایشون به بنیادهای مثل جی استریت، بنیادهای مثل جی استریت که مثلا نقطه مقابل آیپک هست و اسرائیل ستیزه و میگه که اصلا مشروعیت دولت اسرائیل رو زیر سوال میبره و میگه حق با مردم فلسطین هست. این یک دلسوزی معمولی برای مردم فلسطین نیست که من و شما هم داریم، این در واقع یک اسرائیل ستیزیه، دلشون برای مردم فلسطین هم قطعا نسوخته و از اونها دارن استفاده ابزاری میکنن. وارد حاشیه نمیشم. به چنین بنیادهایی راکفلر از روز اول مبالغ بسیار بسیاری رو اهدا کرده. وقتی ازش پرسیده میشه که چرا این کار رو میکنه، خب تفره میره، جواب درست نمیده، جواب سر بالا میده و انتقادها هست بر علیهش. همچنان روزنامه نگاران حرفه‌ای، روزنامه نگارانی که ای کاش ما هم ازشون زیاد داشتیم، دنبال قضیه رو گرفتن تا همین امروز. دومین کاری که این بنیاد انجام داده از اون زمان این بوده که اعلام کرده میخواد روابط بین غرب و جمهوری اسلامی رو عادی سازی بکنه و این روابطی رو که بعد از 57 قطع شده میخواد وصل کنه با همین حکومت فعلی. آقای استیون هینز سال 2002 جواد ظریف رو که سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل ملاقات میکنه با چند تا واسطه و بسیار اینا با هم صمیمی میشن، باز هم چند نفر دیگه مثل ویلیام برنز یا تام پیکرینگ و یه تیمی که همین الان هم حتی تاثیرگذار هستن در موارد در پروژه های فعلی، اینها تصمیم میگیرن که یک پروژه رو بزنن به نام ایران پروژکت که این پروژه همونطور که گفته هدفش عادی سازی روابط بین غرب، نه فقط آمریکا، غرب و جمهوری اسلامی هست که این شعبی هم این پروژه در اروپا داره. به هر حال نقش ظریف اون چیزی رو که من در تحقیقاتم متوجه شدم این بوده که تایید بکنه که چه کسی از در آمریکا به عنوان پژوهشگر و تحلیلگر با این پروژه کار بکنه و گفتمان و روایت این سفیدشویی به اصطلاح اقدامات این پروژه رو در مؤسسات دیگه هم پخش بکنه و سر از رسانه ها هم در بیاره و بگه که نه تحصیلات مثلا در مقابل در برابر توافق هسته‌ای بگه که صلح‌آمیزه و برای دفاع برای نابودی اسرائیل نیست. و ما دیدیم که خب این تحلیلگران اینا رو هم نوشتن، یعنی کریم سجادپور، علیرضا نادر، ری تکیه، سوزان ملانی، اینا همه اینا رو می‌نوشتن و می‌گفتن زمانی که باید برجام صورت می‌گرفت و صورت گرفت و اینا همه از همون ائتلاف به اصطلاح بین جواد ظریف و تیمش با بنیاد راکفلرها و چند بنیاد دیگه هست. و بعد میبینیم که بله، این بنیاد راکفلر که این دوتا هدف رو دنبال میکنه، یعنی اسرائیل ستیزی و مماشات با جمهوری اسلامی، مادر و مادر خرج و پرداخت کننده جورج‌تاون. خب شما که شما که در جورج‌تاون میمانی بعد از اینکه این رو میفهمی، یعنی میگی آری به مماشات با جمهوری اسلامی، میگی آری به اسرائیل ستیزی. پس کسی که خارج میشه قطعا به اینها نمیگه و توی که هنوز اونجا هستی و تازه میای میگی چرا فلانی از اینجا خارج شد، چرا این به هم خورد، بیاید به من بگید، پاسخگو باشید، بیاید بگید که چرا این رو به هم زدید، یعنی داره به این دوتا هدف آری میگه. یه مسئله که باید بدونیم اینه که مسئله با سوختن علی نژاد حل نمیشه، مسئله با سوختن یک فرد و دو فرد حل نمیشه، باید جریان ها رو شناخت. این اندیشکده ها در هم لولیدن. خیلی جالبه، مثلا هیلاری کلینتون که خودش از حمایت مالی سنگین سوروس و بنیادهای وابسته و بنیاد راکفلر و اینا بهره‌مند بود، میاد و یک همایشی میذاره تحت عنوان
همایش آنلاین زنان ایرانی در خط مقدم برای تغییر، و بعدش هم یک نمایشگاهی میذاره به عنوان نمایشگاه هنری چشم ها به ایران که شما اعضا و افراد رو دارید میبینید اینجا. به عنوان مثال نرگس محمدی در این نشست آنلاین شرکت میکنه، مسیح علی‌نژاد هم هست، نازنین بنیادی هم هست، از این طرف نازنین افشینجم، گیسونیا، شیرین نشاد، اینا همه در این ماجرا هستن. یه چیزی هم اینجا تو پرانتز بگم، متاسفانه ما با بخش جامعه طرفیم که آدم نمیدونه در موردشون چی بگه. من متاسفم که هنوز که هنوزه باید بگم که ای ملت ایران، این شیرین نشاط چپول وابسته به دموکرات ها هیچ ربطی به سرکار بانو شیرین نشاط، دختر جاویدنام، تیمسار، سرلشکر علی نشاط، آخرین فرمانده گارد جاویدان شاهنشاه ایران نداره. هنوز که هنوزه یه سری آدم نفهم در شبکه‌های اجتماعی دارن به دختر میهن پرست گرانقدر تیمسار نشاط فحاشی میکنن، فقط به خاطر اینکه اسمش شبیه اون شیرین نشاط دوزاری چپوله و اینا عقلشون نمیرسه که هر کسی که اسمش چه چیزیه دلیل نمیشه همون آدم باشه. این مسائل هست و باید این مسائل رو دونست. و ببینید در مورد قضیه جورجتاون دو تا ماجرا پیش اومد در موازات هم. یکی این که رسانه اینترنشنال که خودش بوخچی بزرگ کل این جریان بود، بوخچی بزرگ کل این مؤسسات گلوبالیستی و این مؤسسات چپولیست بود، اومد و یه ماجرایی رو راه انداخت تحت عنوان ائتلاف و اینو کرد تو مخ کسانی که یه شبه وارد فضای سیاسی شده بودند و جو گرفته بودشون و یه بخش گسترده از مردم ایران بودند که بدون هیچ اطلاعات سیاسی یه شبه نشسته بودن پای منبر اینترنشنال و فکر میکردن که تنها راه و نجات ایران ائتلاف چهار تا ازگل با رضا شاه دوم پهلوی سومه. همین طور در زیر پست هایشون در شبکه های اجتماعی هشتگ میذارن ائتلاف، ائتلاف باید شکل بگیره. یه فشار عمومی وحشتناکی رو اینترنشنال که اصلا ابزار همین اندیشکده بود به پا کرد و رضا شاه دوم از یک طرف به خاطر خواست مردم، به خاطر خواست افکار عمومی و اون فشارها وارد اون بحث جورجتاون شدند، هر چند قبلش هشدار داده بودند. بحث سیاسیش یه معنای خاصی داره. افراد با هم ائتلاف نمی‌کنند. و چون استفاده غلط از واژه ائتلاف یک اعتزال بیجایی رو ایجاد می‌کنه، ما باستی درک این که اصلا منظور چیه از این که الان این هشتگ ائتلاف اینقدر جا افتاده چیه؟ من این مقدارم بازی های جمهوری اسلامی در این نظره میبینم باستی منظور چیه از این که الان این هشتگ ائتلاف اینقدر جا افتاده چیه؟ من این مقدارم بازی های جمهوری اسلامی در این نظره میبینم باستی. از طرف دیگه ورود ایشون به اون ماجرا خودش یکی از مهمترین راه‌هایی بود که تونست این پروژه رو از درون بپاشونه و مردم ایران رو نسبت به خیلی مسائل آگاه کنه. و من خودم شخصا به عنوان یکی از افتخارات زندگیم این هست که جزء افرادی بودم که کمپین بزرگی به راه انداختم بر علیه جورجتاون و منشور ضمن حمایت از رضا شاه دوم. خط رو ایشون داده بودن، ایشون همون موقع در کانادا عنوان کردند که انتقادها رو بکنید، خط رو ایشون دادن، رفتن تو دل ماجرا، از درون باعث شد که اون ماجرا اصلا بپاشه به خاطر مخالفت هایی که توسط میهن پرستان صورت گرفت. و من افتخار میکنم یکی از افرادی بودم که با تک تک افراد و اعضای جنبش پادشاهی و میهن پرستان مصاحبه کردم بر ضد جورجتاون ضمن حمایت از رضا شاه دوم و بر ضد منشور گسستگی. و مجموعه مسائل تونست دست به دست هم بده که این پروژه منحوس در هم بشکنه.
و واقعا اگر رضا شاه دوم هم نمی رفت تو دل ماجرا، شاید این آگاهی های اجتماعی در سطح گسترده در جامعه به وجود نمی اومد واقعا. اما یه نکته جالب بهتون بگم، همون موقع من یعنی چند وقت بعدش من یه چیزی رو منتشر کردم، یه خبری رو که واشنگتن فری بیکن اعلام میکنه که فعالان گروه های مانند جی استریت، همون گروه سروس، نایاک، بنیاد جامعه باز، باز مربوط به سروس، بنیاد کارنگی، یعنی همین اندیشکده‌ای که جورجتان رو راه انداخت و کریم سجادپور عضو ارشد اون اندیشکده بود، مجری بحث جورجتان، گروه دیدبان حقوق بشر و صندوق برادران راکفلر در همون زمان جورجتان گرد هم اومدن، اینو واشنگتن فری بیکن منتشر کرد، تا با قانونگذاران لابی کنند و تحت پوشش لوایح حقوق بشری گفتگوهای برجام را احیا کنند. یعنی چی؟ یعنی اصلا این ماجرای جورجتان، این ماجرای کل این ماجراها و همون اندیشکده که جورجتان رو به پا کرده، همون اندیشکده در حال لابی برای حل ماجرای برجام بوده با جمهوری اسلامی. یعنی یک حرکت بر ضد انقلاب ملی که خونسا شد توسط مشارکت سیاستمدارانه رضا شاه دوم که از درون رفت و جامعه ای رو که جو زده و پا منبر اینترنشنال شده بود رو آگاه کرد. از اون طرف هم میهن پرستان محکم ایستادن ضمن حمایت از پادشاهشون در مقابل این طرحشون. و ما وقایع پس و جورجتان رو هم دیدیم که بعد از درهم کوبیده شدن اون پروژهشون به همت میهن پرستان و با درایت شخص رضا شاه دوم، سفر ایشون به اسرائیل پیش میاد، ایستادن در کنار بنیامین نتانیاهو در اون اردوگاه و سخنرانی اخیر ایشون در جمع کانسرواتیف ها که تاریخی ترین، بهترین، قوی ترین سخنرانی ایشون در طی تمام 40 خورده سال بود، که یک نفر بعد از ایشون هم معاون دونالد ترامپ بود که سخنرانی کرد. و الان قشنگ دیگه جبهه‌گیری ها مشخص شده. بعد این وسط جالبه، ما در یک طرف بحث ووکیسم و این ماجرای ارتجاع سرخ و سیاه جهانی و این مسائل رو داریم، ماجرای جورج سوروس ها و اندیشکده های گلوبالیستی و روابطشون رو با جمهوری اسلامی و نقش مخربشون رو در بحث نجات ایران و اینها رو داریم، از یک طرف امثال نتانیاهو و ترامپ و اینا رو داریم که در مقابل این اردوگاه قرار دارند. بعد وقتی افراد میهن پرست میگن ما بنابر یک اکت درست سیاسی باید در سمت دونالد ترامپ خصوصا و حالا نتانیاهو و اینا بایستیم، برخی از هموطنان که هیچ کدوم این ماجراها رو نمیدونن، یک جست عاقل در صفی و عقل کل میگیرند و میشنن میگن حالا فکر کردید ترامپ میاد آخوندار رو بر میداره؟ چرا چشم به امید به خارجی دارید و از این حرف؟ من واقعا نمیدونم چی باید بگم. خاک بر سر کسی بکنه که چشم امیدش به خارجی باشه، به ترامپ یا به نتانیاهو یا هر کسی. اما مگه ما کوریم؟ مگه ما نمیبینیم که هم جهان داره به چه سمت کثافتی میره، هم چه چیزی به ضرر نجات ایرانه و چه مافیای سنگین این طرف وجود داره؟ بعد باورم نمیشه که یه سریا که این مسائل رو نمیدونند و فکر میکنند عقل کلند، میان تازه ایراد میگیرند که چرا در این وضعیت شما دارید از مثلا نتانیاهو و ترامپ حمایت پراگماتیستی و عملگرایانه میکنید، که انگار هر کسی داره این حمایت رو انجام میده نشسته و ترامپ رو به عنوان منجی ایران نگاه میکنه، یا نشسته میخواد برای نجات ایران به ترامپ اتکا کنه. ای بابا چی به یادم. بابا
آینده قابل پیش بینی نیست در مورد دونالد ترامپ، ولی آینده قابل پیش بینی در مورد کاملا هریس. تمام این لجنها و کثافت ها پشت کاملا هریس هست. از بحث جهانیش بگیرید، ارتجاع سرخ و سیاه جهانی، گلوبالیستا و فلان اینا، تا اندیشکده هایی که در بحث ایران نزدیکم به جمهوری اسلامی، انواع و اقسام جمهوری اسلامی در تبعید نایاک و کوفت و زهرمار و تمام اینا، اینا همه در پایگاه کاملا هریس هست. این مشخصه. و من یه چیزی رو میگم، تحت هر شرایطی من شخصا تا زنده هستم مبارزه خواهم کرد برای نابودی جمهوری اسلامی و برای بازگشت پادشاهی پهلوی. ولی اگر دونالد ترامپ پیروز نشود، کار ما خیلی دشواره. این معنیش نیستش که کنار میکشیم و ناامید میشیم، نه، تا زنده هستیم پیش میریم، ولی کار دشوار میشه اگر ترامپ پیروز نشه. حالا کسی مسئله به این سادگی رو متوجه نمیشه و نمیفهمه که این معنیش این نیست که ما ترامپ رو منجی میبینیم، این معنیش این نیست که ما به کسی غیر از پهلوی و کسی غیر از ملت ایران برای نجات ایران باور داریم، این معنیش این نیستش که حتی آینده ترامپ 100% قابل پیش بینیه. ولی اون طرف همه چیز مشخصه. آفرین به عقل کلهایی که فکر میکنن مثلا ماها آدمای ساده و فریب خورده و اینای هستیم و جو گرفتتمون و ترامپ رو سوار بر اسب سفید میبینیم که میخواد بیاد ایران رو نجات بده، و این حضرات مثلا خیلی باهوشند و بدون اطلاع از این مسائل میشینن میگن که فرقی وجود نداره بین ترامپ و هریس. امیدوارم دونالد ترامپ پیروز بشه. مهمه، واقعا مهمه. دقیق‌تر بخوام حرفم بزنم، مهمتر از پیروزی ترامپ شکست هریسه، روی کار نیومدن هریسه، که هم از بایدن چپگراتره، هم مهرتر و عروسکتره، هم ملامالتره. امیدوارم که دولت نتانیاهو هم دووم بیاره و سرخم نکنه در مقابل این جریاناتی که بر ضدش فعالن. به هر حال من لازم بود این برنامه رو بسازم، امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. پاینده ایران، برقرار با درفش سرنگ شیر و خورشید نشان، جاوید شاه، بدرود تا بعد. سرزمین دانش جهان ایران، نور ایزد از تو مهر شه تابان، در تو شرقی آتشی نهان، از برش شعله بر همه جهان، سادگاه شاهنشهان ایران، ما وارثان سرزمین اجدادمان، برقرار با جشن مهرگان، تا ابد زنده باد و جاودان. چو ایران نباشد تن من مباد، در این بر زنده یک تن مباد، همه سر به سر تن به کشتن دهیم، از آن به که کشور به دشمن دهیم. ندانی که ایران نشست من است، جهان سر به سر زیر دست من است، دریغ است که ایران ویران شود، کنام پلنگان و شیران شود، همه رو یک سر به جنگ آوریم، جهان بر بدن دیش تنگ آوریم، بگویید این جمله در گوش باد، چو ایران نباشد تن من مباد.
دانش جهان ایران، نور ایزد از تو مهر شه تابان، در تو شرقی آتشی نهان، از برش شعله بر همه جهان، زادگاه شاهنشهان ایران، ما وارثان سرزمین اجدادمان، برقرار با جشن مهرگان، تا ابد زنده باد و جاودان. چو ایران نباشد تن من مباد. بدین بوم و بر زنده یک تن مباد.